سلام دوستان، ما با حجم خیلی زیادی از تماس‌هایی روبرو هستیم که به دلیل ریجکت شدن پرونده با ما تماس می‌گیرن و به دنبال راه حل هستن. اول خدمت شما بگم که دلایل اصلی ریجکتی چه چیزهایی میتونه باشه. واقعیت اینه که اولین دلیل ریجکتی ماهر نبودن مشاور شماست. تعداد خیلی زیادی مشاور غیر رسمی در حداقل در بازار برنامه‌های مهاجرتی کانادا وجود داره. این افراد خب دوره دیده نیستند، بر اساس تجربه یا جایی کار کردن یا روی اینترنت یه اطلاعات محدودی رو کسب کردن و بر اساس اون پرونده جمع میکنن. وقتی که نتیجه یه کار برای ما ارسال میشه میبینیم که چقدر کم بود در نحوه جمع‌آوری پرونده بوده. برای اینکه عرض میکنم این دوستان اولا خب کالج نرفتن، دوما امتحان سازمان CICC رو پاس نکردن و سوما میدونید ما مشاورین رسمی هر ساله 16 ساعت دوره بازآموزی میبینیم که اطلاعاتمون کامل باشه، علاوه بر این که تمامی اخبار و تغییر قوانین به طور خاص برای ما ارسال میشه. قوانین مهاجرتی کانادا خیلی سریع تغییر میکنن. بر حسب تغییراتی که در جامعه اتفاق میفته، در دنیا اتفاق میفته، قوانین مهاجرتی کانادا هم تغییر میکنن و گاهی اوقات تأثیرات خیلی عمده‌ای بر نتایج پرونده، اگر بهشون توجه نشه، نتایجی مثل همین ریجکتی روی پرونده باقی میگذارن. خب از دلایل اصلی ریجکتی همین کار دوستان مشاور غیر رسمی روی پرونده ها هستش که به طور خاص ازتون خواهش میکنم که از این کار اجتناب بکنید. دلیل اصلی دیگه میتونه اشتباه آفیسر باشه. به هر دلیلی، به دلیل حجم کار بالا، به دلیل شرایط که توش هستیم، شرایط کرونا، حالا جنگ های اخیر که اتفاق افتاده، به هم ریختگی هایی در سیستم مهاجرت گاهی اوقات مشاهده میشه. گاهی اوقات آفیسر واقعا اشتباه کرده، مدارکی که شما در پرونده گذاشتید رو ندیده، درست مطالعه نکرده و پرونده رو ریجکت کرده یا اصلا ریفیوز کرده. اینا باید سریعا از آفیسر درخواست نوتش انجام بشه که ببینیم در چون در نامه ریفیوزال مثل اطلاعات نوشته میشه، اما اگه میخوایم اطلاعات بیشتری کسب کنیم باید اون نوت آفیسر کسب بشه، ببینیم در اون چی نوشته شده، اصطلاحا هم بهش میگن ATIP. و اگر احساس میکنیم که آفیسر یه چیزی رو در پرونده ما ندیده یا تفسیر اشتباهی از اون داره، حتما درخواست بازبینی یا اصطلاحا ریکانسیدریشن به آفیسر بدیم. دلایل دیگر زمان نامناسب ارسال پرونده هست. گاهی اوقات میبینید تو دنیای عجیبی زندگی میکنیم، به دلیل تنش‌های بین المللی شاید زمان مناسبی نباشه برای ارسال پرونده. خوبه که مثلا یک ماه دو ماه بایستید که اون تنش که حالا در حالت در دنیا وجود داره یا در ایران یا در کانادا وجود داره اون برطرف بشه. واسه همین خیلی مهم هست که مشاور شما از شرایط وزارت مهاجرت کانادا در اون تاریخی که پرونده آماده ارسال هست با خبر باشه، ببینه آیا الان زمان مناسبی هست برای ارسال پرونده یا نه. اینم نکته ای هستش که باید بهش دقت بشه. راه حل چیه؟ وقتی که ریفیوزال اومد چی کار میشه کرد؟ ببینید برای پرونده های ساده‌ای مثل ویزیتور ویزا یا همون چیزی که مالتیپل در ایران میگن، معمولا درخواست بازبینی میدیم، مگر اینکه مطمئن باشیم اشتباه اساسی انجام شده که اعتراض بکنیم روی پرونده. همینطور برای پرونده های دانشجویی ها هم می شود درخواست ریکانسیدریشن یا بازبینی داد، اما برای دانشجویی ها ما می توانیم
اخیراً یه دو سالی هست که این قانون اومده که پرونده رو به دادگاه ببریم. یعنی عملاً یه شکایتی از وزارت مهاجرت کانادا در دادگاه کانادایی تشکیل میشه که اصطلاحاً بهش جودیسیال ریویو میگن، یعنی بازبینی قضایی. اینجا ما از یه وکیل دادگستری کانادایی که از همکارانمون استفاده میکنیم که دفاعیه‌ای نوشته میشه و پرونده شما به دادگاه برده میشه. معمولا برای تمامی برنامه‌های دیگه، برنامه‌های مخصوصا برنامه‌های اقامت دائم کانادا، در صورت ریفیوزال و در صورتی که مطمئن بشیم اشتباهی در تفسیر پرونده، در دیده شدن مدارک، اگر مطمئن بشیم که همچین اشتباهی صورت گرفته، حتما پرونده رو پیشنهاد میکنیم که به در حقیقت به جودیسیال ریویو ببریم، یعنی از طریق همون وکیل دادگستری کانادا. سال هاست که این کار رو داریم انجام میدیم، ولی با حجم زیاد ریجکتی هایی که امروز هست لازم دونستم یه ویدئویی درست بکنیم که حتما شما در جریان باشید که امکان بازیابی پرونده ریجکتی هست. ولی خاطرتون باشه مثلا برای جودیسیال ریویو شما 30 روز از زمان ریفیوزال زمان دارید که پرونده شکایتتون رو باز بکنید. ریکانسیدریشن عملا یک اعتراض غیر رسمی هست و مستقیما با خود اداره ایمیگریشن زمانی براش تعیین نشده، ولی خب پرونده ویزیتوری که 2 سال پیش رد شده رو الان روش اعتراض بذارید عملا به جایی نخواهد رسید. خاطرتون باشه پس اگر پیگیری میخواین انجام بدید، این حتما با فاصله خیلی کمی از زمانی که نامه ریفیوزال رو دریافت کردید انجام بشه. اینا کلیاتی بود در زمینه اصطلاحاً رفع ریجکتی که خواستم با شما در میون بذارم. راه‌های ارتباط با ما رو می‌دونید، روی وبسایتمون و صفحه اینستاگراممون ذکر شده. با ما در تماس باشید. معمولاً در اون تماس اولیه یه بررسی انجام میدیم. اگر لازم باشه مشاوره حضوری خواهید داشت و خیلی سریع برای رفع ریجکتی پرونده‌تون اقدام می‌کنیم. خوشحال شدم در خدمتتون بودم. شب و روزتون خوش. ایام بکام.